گردشگران محترم، صدای من بهتون میرسه؟ آمین. دوستان عزیز، امیدوارم که تا اینجای سفر لذت برده باشین. خسته که نشدین؟ آمین. ببخشید تو رو خدا، من همش صحبت میکنم، صرفا به خاطر اینی که اطلاعات مفیدی که دارم رو بهتون برسونم و شما مطلبی رو از دست ندید. خواهش میکنم همینطور که دارین چیپس و پفکات رو میل میکنین، به صحبتهای من هم گوش کنین. ببینید الان سمت راست من میشه سمت چپتون، نگاه بکنید اینجا رو، یه دشت بزرگ میبینید، اینجا اسمش شیطان در رأس. میبینید چقدر سرسبزه؟ این به خاطر آب و هوای متغیریه که اینجا داره، بارونای فصلی اینجا خیلی زیاده. لذت میبرید از این هوا؟ عالیه. بله، حالا سمت چپ من یعنی سمت راست خودتون رو نگاه کنید، این کوه رو میبینید؟ اسم این کوه، کوه پریه. قله‌شو نگاه کنید دقیق، اون بالای بالا میبینید چقدر برف نشسته؟ این کوه تا وسطهای تابستون، یعنی دقیق تر بهتون بگم تا آخرای خرداد، تقریبا پر برفه، یعنی خیلی قشنگ و سرده. نگاه بکنید، دقیقا این کوهو که ما رد بکنیم، پشت این کوه روستای زیبای تاریخی آبنار یا آبیار قرار داره که مثل یه تیکه جواهر در دل کوه میدرخشه. روستای آبنار یا آبیار که الان ما عازم اونجا هستیم، دارای آبهای معدنی جادوییه که شهرت بین المللی داره. سال هاست که دانشمندان هر روز یک خاصیت جدید از این آب رو کشف میکنن. این آبهای معدنی از یک چشمه به نام چشمه قلقل که دقیقا از کوههای بالای روستا وجود داره سرچشمه میگیره. آبهای معدنی اینجا شامل مواد معدنی و املاح بسیار زیادیه. املاحی مثل کلسیوم، منیزیوم، فسفر، سولفات بیکربنات، سولفات باکربنات، خلاصه خیلی مواد معدنی داره. این روستا علاوه بر آبهای معدنی دارای تاریخی کهنه. قدمت روستای آبیار یا آبنار به زمان ساسانیان میرسه. هرودوت که یکی از تاریخ نویسای بزرگ و افسانه یونانه، توی دستنوشته‌هاش به این موضوع، یعنی چشمه‌های جادویی اینجا، اشاره کرده. شما میتونید مستنداتش رو توی موزه آب روستا ببینید. همچنین کلی عکس و یادگاری از آدمای مشهوری که تمام این سال‌ها به این روستا تشریف آوردن هم وجود داره. جاذبه های گردشگری روستا درخت سرو 300 ساله این روستاست و همچنین یک استبل قدیمی بسیار بزرگ که تو نوبت ثبت میراث ایران و کل جهان قرار گرفته. روستا کلن دو تا طایفه داره، طایفه آبناری ها خوانین این دو طایفه آب چشم قلقل رو به وسیله لوله هایی بین اهالی آبادی خودشون تقسیم کردن. در این آبادی دو تا استخر اصلی و بزرگ وجود داره، یکی به نام آب حیات که متعلق به نریمان خان آبیاریه
استخر آب نبات که متعلق به نوزرخان آبناریه. آب این استخرها برای درمان بیماری‌های زیادی مثل بیماری‌های پوستی، روماتیسم، واریس، نقرس، سوء هاضمه، بیماری‌های کبد و کلیه و ریزش موی سر و کچلی خیلی کاربرد داره. دارای نجات غریب‌های متبحر و کاربلدی هستند. امنیت و آرامش شما در طول بازدید از چشمه قلقل تضمین شده است. امیدوارم که از آبتنی توی این استخرها در محیطی پاکیزه و بهداشتی لذت کامل رو ببرید. ازتون خواهش میکنم به اونجا که رسیدیم متفرق نشین. خواهش میکنم همراه من باشید تا من بتونم بهترین سرویس و خدمتتون ارائه کنم. در هر صورت روستا شلوغ پر از توریسته. فقط مراقب باشین که گم نشیم. با تشکر. خدمت دوستان، سروران، عزیزان، اعضای محترم شورا، خیر مقدم عرض میکنم. امیدوارم این جلسه شورای ما خروجیش مثل جلسات پیش منشأ خیر و آبادی و صلاح برای همه افراد آبادی باشه. نقل میگن حکیمی فرزانه سوار بر مرکب خیش. منظورم از مرکب که میدونید چیه، خر، الاغ، قاطر، یابو، اسدر، شتر. سوار بر مرکب خیش در راه بادیه میرفت. بادی رفت بادیه. در راه بادیه حکیم سائلی راه نشین را دید که در گوشه نشسته. سائل که حکیم را دید رو نمون کرد و گفت یا شیخ بفرمایید سکنجه بخیرم. بفرمایید سکنجه بخیرم. بفرمایید. بفرمایید. عافیت باشه. ساعت آب گرم. این تا خونه که باید بخورید دیگه. اول خودت یکم بخور. مشکوکه. بله، سائل به شیخ گفت یا شیخ خان چی میخواد به تو سوء قصد بکنه که تو برای خودت پیشمرد میکنی؟ پیشمرد چیه؟ بغلت میکنی؟ برشتون خان رابط ببخش چیزی نشده؟ ناخه توهین به جنب شورا. اگه بخوام به کسی سوء قصد بکنن این آخری. آقایون توجه کنن، اینجاش خیلی مهمه. تأثیرگذار پنداموز آموزنده است. سوال رو کرد به شیخ گفت یا شیخ این کنتر جدت قدم هزار یه بار تا حالا تکرار کردی اینو دیگه. این یه حکایت دیگه است. تو اون حکیم داشت میومد، اینجا داره میره. دستور جلسه رو بخون. بله، دستور جلسه اول. یکی از اهالی درخواست جواز کرده برای تشکل جدید. تشکل چی؟ صندوق حمایت و ترویج و تسهیل ازدواج جوانان با روی کرده دختران دم وقت. کی درخواست داده؟ خب معلومه دیگه، سرکار خانم سنبول آبناری. سرف داده نه سنبول. بخون. این تشکل قبلا را ننداخته بودن؟ نه آقا دم اشتباه نشه. مال سنبول خانم بود. ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت های سازمان های مردم نهاد زنانه. یادم افتاد زنانه. که هنوز هم در حد درخواست مونده. به قول قدیمی ها، آب اگه خونک نباشه، نون اگه گرم نباشه، دختر برای دلت باشه دل بگیری. خدا صبر بده خواهد، با این سوسن سرو و سنبولت بدجوری گرفتار شدی. آی گفتی خوش به حال تو که بچت نمیشه. دلم از وقت آب رفته منه دیگه. چهار تا زن گرفتم، هر چهار تا نازا. نازا؟ این آخری که از شوهر قبلیش دوتا بچه داشته. اون بچه ها از شوهر قبلیش بودن، از یه زن دیگه. کی داره میگی؟ آیون هاشیه نرن رای میگیریم. کیا با پیشنهادی که همین الان علال خوند موافقن؟
کلن خانوما هرچی سرشون گرم باشه بهتره. میگه یه کاسه آب بهش بده به چاه آب کاری شما چرا دست بلند میکنی؟ صد دفعه گفتم عضو علل بدل حق رأی نداره. میدونم آقا قدمجون، میدونم. من فقط میخواستم قبل از اینکه رأی گیری بشه من یه مطلبی رو متذکر بشم. اونم اینه که آقایون توجه داشته باشی این تشکیل صندوق بار مالی داره برای روستا. بار مالی چی داره؟ ببینید، ترویج و تشویق ازدواج از طریق اهدای بسته‌های تشویقی به مردان متقاضی. بسته تشویقی دیگه چه کوفتیه؟ اف میزنم برای یارو. بسته تشویقی الف، وام بلا عوض برای تأمین جهیزیه. به تأمین آشیانه های عشق داخل پرانتز مهر که همون خونه است دیگه، درسته، برای عروس و داماد. جیم، تقبل هزینه مراسم عروسی توسط صندوق. دال، بیمه مهریه. بیمه مهریه یعنی چی؟ یعنی اگر عروس و داماد از هم دیگه جدا شدن زبانم لال، بعدن این مهریه به گردن کی میفته؟ به گردن صندوق میفته. میم، بیمه عمر، بیمه حوادث، بدنه، شخص ثالث، سپاس، برق، حواله برق سپاس و مفصل. ماشاءالله هزار ماشاءالله مفصل این بسته تشه. به این تازه بسته شه، باز بشه چی میشه؟ آقا من تشویق شدم. این تشویق شده. سب کنید اعضای محترم، این بسته های تشویقی پولش از کجا قراره بیاد؟ اینم اومده اینجا نوشته. عرض میکنم بله، اینجا نوشته 10% از درآمدهای حاصله از گردشگری روستا به این صندوق اختصاص یابد. باریکلا خوبه. همسایه ها یاری کنید تا من تو مداری کنم. میگم چی فرمایش کردین شما؟ میگم خان، اگه دخترای تو خاص کار نداره چرا ما باید دومش بس زشته؟ این حرفا توی شورا زشته. نزنید. کی گفت دخترای من خواستگار ندارن؟ پاشنه در خونه در رو ندارن خواستگار ندارن. کی داری؟ چی؟ خیلی ها؟ چی؟ بارتا؟ چی؟ سرتا؟ یکیشو بگذار بزن یکیشو. خورم. خورم؟ بردر زدت. خورم خر است. ولی نه. بابا ناسلامتی شما خانی. ایس کنیم ببینم. نمیخواستم بگم ولی میگم. یه بابایی تو همین جمع قبل از اینکه بیایم گفتیم تو آب منو کشید کنار. گفت میم پسر خورم. پیغام داده که منتظره به امید خدا. عموش که سرش گذاشت زمین کفنش خوش نشده بیام خواستگاری دخترای من. هر کدوم که جواب بله دادن بلومیشو بکنه. کی پیغام برای تو آورده؟ هرکی قسمم داد اسمشو نگم. شؤونات شورا رو خواهش میکنم آقایون رعایت کنن. آقا یه پیشنهادی آمده، رأی میگیریم. کیا موافقن دستشو ببرن بالا. خب یک به چهار تصویب نشد. دستور جلسه بعدی. دستور جلسه بعدی دست به یکی میکنه یا رهی من باز این تبعون زد. خیال میکنی من خرم؟ الان یک ماه هر چه رای میگیریم چهار به یک میشه. خیال میکنی من نمیدونم اون زیر فاتون رو به هم میزنه؟ ها چیه خان؟ قباحت داره چی پا میزنه؟ نزم مارمونک آبده یه هک آبناری بردی. نوزر خان این حرف شما توهین مستقیم به تک تک اعضای شورا. بابا یکی نبره دکتر دیمونو کنه چیزی نشونش بده. ها چیه جرد
وقتی میکشه وقتی که به درس بوده نیفتی از 300-400 سال پیش آب و اجدادمون جلساتشون رو تو آب برگزار میکرد چون آب مسئل پاکیه مسئل شفافیته مسئل صفا و یک رنگیه اینم به گند کشتی خانم اکی من جاسوس گذاشتم درست جاسوسی و تریه زدوبن حالا بیرم شورای حل اختلاف تکلیفم معلوم میشه منو از شورای حل اختلاف میترسونه من خودم تای اختلافم تنم میخواره برای اختلاف قباحت داره والا شعونات شورا رو رعایت کنید شعونات ای 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 علا بگم کجا میری من جامون رو بیدار بکن من کوچیک شما هستم من کاری نیستم همین کارا رو کردین که وضعیت ما به اینجا رسید دیگه اینقدر با هم دعوا کردین جر و بحث کردین که هر چی امکانات بود برداشتن بردن روستای مجاور یه خانه بهداشت ناقابل بود اینم اینقدر با هم دعوا کردین گفتین آبناری باشه آبیاری باشه که برداشتن بردن خاتون آباد که نصف اینجا جمعیت نداره از نظر من علل بدن همینجوری در به خود وافی میری کی از اون نظر خوش که انقدر بربر میکنه ها بالا دو تا خان هر دو عاقل و باقل هر دو شکل هم در میان شورای حل اختلاف رو برای همه گذاشتن دیگه خواهشن یواشتر زشت مردم بفهمن ما داریم میریم شورای حل اختلاف حالا خوبه کسی بیرون نیست یالالعجب کسی نیست برای اینکه توریستی نیست که سرویس بهش بده اتفاقا یکی از صورت جلسه های مهم امروز همین بود علل کاهش توریست و درآمدهای حاصل از آن که نذاشتید قربون دهنت به جان همتون یه هفته از یه دونه پفک هم تو هایپر نفروختن علت اصلیش خطرناک بودن و باریک بودن این جاده است آخه کی جرأت میکنه تو این جاده بیاد اینجا نقل میکنن روزی خانی خانگستر در جاده خطرناک و باریک سوار بر مرکب خیش که همون شطور و اسب و الاغ و استر باشه در جاده میرفت سر پیچ جاده ساحلی دید برکن بابا ساحلی بود ساحل میگه طالب آبی برو تا قهر چه توریست چشمش کور دندش درد سرش بذاره جای پاش بلندش بیا باید هم اینو بگی بازم به غیرت سوسن من چهار تا تور جور میکنه میاره شما آب حوض کشای گشنگی نمیرید ما تبلیغاتمون هم کمه شما نگاه کنین این شیرازی ها واسه چهار تا ستون وسط بیابون که تبلیغ میکنن یالن عجب شما به تخت همچین میگه چهار تا ستون نه شرافتن چهار تا ستون میگن یه تومن گلاب درست کن صد تومن ازش تعریف کامل اصلی کم شدن توریست همین خانه علکه که چی به توریست داره میزنه بای داریوان به چیت میگم شعورات شورا بذاریم برسیم به شورای حل اختلاف بدم گره بکشید زشته الان مردم ببینن چی میگن تشریف بیارید من کوچیک همه تونم تشریف بیارید اینجا درست نیست مردم از اختلافات شورا آگاه باشن که تشریف بیارید یه سوال فنی رئیس شورای حل اختلاف کیه؟ من چطور؟ باری کلا معاونش کیه؟ من احسن دمیر شورای حل اختلاف کیه؟ جونت بارا بیاد خب من که چی؟ دو تا حکم شورای حل اختلاف هم که نریمان خان و نوزر خان الان اینجا هستن خب چه کاری ما بریم تا اون آبادی؟ ببخشید خرگاز گرفته ما رو بریم تا اونجا؟ مشکل فقط ساختمونه؟ با همه عدال بدلیاش راست میگه بله ساختمون اختلاف رو حل میکنه آدما جلسه شورای حل اختلاف از همین حالا رسمیه رئیس بله همینجا تشکیل میدیم بله تشکیل بیاریم شاکی نریمان خان بفرمایید من شکایتی ندارم من فقط میگم جاسوس و جاسوس کجا رو باید به اون درخت آویزونش کنیم درخت داره میچرخه دیگه این توهم زده خودش مخش تاب برداشته میگه درخت داره میچرخه خب نگاه کن دیگه
درخت داره میچرخه. میچرخه درخت مشرا جان. قیمه قبول داری؟ آب گوشت نخورد. کله جوش قبول داری؟ یتیم چه؟ قبول ندارم. میبندی؟ باب خانم دست پختش افتضاحه. قرمه سبزی نه دیگه قبول داری؟ او شنبلیلا رو نمیفهمی؟ اشکنه. خب اگه ماش بزن خیلی بنا. نوزرخان نوزرخان بگوشم شما کجایی؟ بله شما موقعیت کورتان اعلام بفرمایید. بله الان اصلا میرسم خدمت شما. متشکرم. شما خدا وایستاد. نه جون گرفت. شرخ گرفت. چی شده؟ این دیگر چرا میچرخه؟ چی بیچرخه؟ بالا مده اجرس بیچرخه. بزن میتسی یک گونه بزن تا دوباره نچرخیده. سینه گذاشتن اون بالا. دیش ماهواره است. دیش گردون گذاشتن نامرد با علم بی. بزن بزنش علم یزیدو. نفس حبس کن. نفس حبس. اگه من پیدا کنم کسی که این علم یزید هوا کرده سیبیلش می ترشم جاش سرخاب سفیدا می بارم بلش میکنم تو آباد. بنجامینم برای خان این سینو دنبال کنه کجا رفته؟ کدوم پدر نامرد جرأت کرد همچه غلطی بکنه؟ چش کی بینزدی؟ محدوده استحفاظی ما. اینجا بپردن میتونی بیا اینا شما دمه داره خورو برو اینجا برو دوستان عزیزم نظر به اینکه ورود هر گونه سامانه الکترونیکی به داخل روستا ممنوعه ازتون خواهش میکنم زمانی که به روستا رسیدیم دوربین، موبایل، تبلت و یا هر چیزی شبیه این رو به مأمور مربوطه که داخل روستا هست تحویل بدید. متشکرم. خانم عکس موبایل چرا ممنوعه؟ خدمتتون عرض میکنم به خاطر اینی که شما بتونید به دور از هیاهوی تمدن و تکنولوژی برای چند ساعت هم که شده بتونید از مواهب طبیعت این روستا لذت کامل رو ببرید. با تشکر. سیم رفته خونه نریمان خان. شما هم روشن نریمان خان دونه شغال هم پیدا شد. جونه بچه های که من خبر داشته باشم. شما که بچه نداری با سیق اصلا میخوری برموز برخان به پروه سیق بردار. من سیبیل رو بترشم سرخم سیبیدارش کنم سوار خرش کنم. زشت خان زشت سب کنم ولی ببینیم چی به چیه. معلومه دیگه هرکی این بیابروری کرده از حیات ما رد کرده برده یه خونه دیگه برده خونه دو. درو بخواد درو بشکنم. بشکن درو. من خودم کلید داره حرف مفت میزنی.
نریمان کم شو خونه تیمی را انداخته دو تا طبقه تو سرش بزن درست میشه بارم چی با خوندش کن شال دست و داخت کرده بس بس کنید دیگه خب آقا بزنگ همه مهندس بشه یکی بلنش دو برین سیب کجا خرشه بده وزش داری کفتی رو نگاه کنیم خب دیگه شما بفرمید شما بفرمید من خودم تمدیش بقیه رو کی تم میکنه یالا هیچ کی اجازه نکنه زن این بر مردی بر آب یاری این بر آب ناری بر یالا فهمیدین تمام مسئول بی سامانیا رو ببینم بیرون سری برو کنار سری باش سری جدا شی بیرون ببینم هر جایی هست بین از میاد یالا بیرون آدم اسم خودشو بذار خان وزیر دماغشون بذار سری باش سری جدا شی بذار بیرون. آلمان صلاح. آن نفریم بیا بیرون میام. بذار دیگه نون نفوده. یا نه. بذار. بذار. سری. اومد. ببخشید عمو خان آزمایشی بود. گفتیم ببینیم شاید از راه تلویزیون بتونیم جذب توریست کنیم. خفه. صد دفعه گفتم اینجا قراره ثبت جهانی بشه. بره تو سازمان ملل. اون آقاسی بیچاره قبل از این که بره چی گفت؟ گفت هر چیه سالات اینجا رو بیره پایی نباید بذارید همین موندی که نماینده این رو صرف بیاد ببینه رو پشت مرا بشقابه سه ماه آقاسی بیچاره دنبال نامه ماست هر لحظه اون چرو با بازس یونسکوف برسه اینجا یونسکو میخوای ما رو بعد بخونید میخوای این روستا رو به خاک سیاه بجونید یه باره که برین در چشم قرقل گل بگیرید دیگه بد کردیم به همه تون لوله دادیم آب دادیم اجازه دادیم استخ داشته باشید و همه تون آب رسونی کردیم بله میگن نقل حاکم دلسوزی وارد روستا شد گفت ای سائر سب کن قدم جان سب کن من همین الان اعلام میکنم هر کین بی آب روی رو کرده باید همینجا جلوی همه یه فس کتک مفصل بخوره و هر کی میخواد باشه آبگلی باشه یا آبنالی باشه رایت باشه یا برادرزاده خان باشه اونقدر کتکش میدن جای خربستن یادش بره ببخشید نوزر خان فضولیه شاید اهالی نمیدونستن گذاشتن دیش ممکنه ثبت جهانی رو دوچار مشکل کنه به عقیده من باید فرهنگ سازی کرد کتک زدن یه نفر که چاره کار نیست که درست میگه بله درست میگه باید چند نفر کتک بزنی یا یه نفر رو چند بار کتک زد البته خان باید مقصر اصلی رو پیدا کرد مقصر اصلی که معلومه اینجا نونه کیه آی بفرما با اسبانیش خودشو زد به خرقش بیرش بیرون بیرش بیرون بیرش بیرون سرشو بگیر بگیر آقا بگیر بگیر سرشو بگیر بگیر کلاس بزن کنم بیرش بیرش یواش چیزی نیست باشه آهای اومدن توریست ها اومدن
بابا این بچه مریضه، عقلش سر جاش نیست. من جای سنبقه رو رو پیشونیش نمیبینی. حالا ما گفتیم که با خیر سرگیر شده که آبروش نره. خیلی قیدش نده. حالا شما بروش نیار. چقدر خجیدم و درمونش کردم، فرستادمش خارج آلمان با همه آلمانیتش، نتونستم بخواه این بچه رو درست بکنن. این خلکت زده، این فلک زده، از چیزی حالیش نیست. مقصر اصلی اونیه که این کار یادش داده. به او کشکی دیگه من گردم میگیره. سامول خانم گفت باسه توریست با اصلا اگر میدرست کرد. چه؟ شکر خدا بس حل شد. بلکه سنبول من بگه به خود رو بزنید تای دره با دنزین. مقصر اصلی اونو که واموندر خرید آورد. کرملی خرید آورد، پسردایی نریمان خان. بفرمو. شاید کرملی بره زهر حلاحل بخره بیاره. شما باید بخوری. مقصر اصلی اونو که اینو نصب کرد. احمد نصب کرد، خارزاده نوزرخان. بفرمو. بابا چرا حالیتون نیست؟ مقصر اصلی اونی که سیم اینجا رو بس کرد. سیمش اتراف بس کرده بچه هموی نریما خان. بفرما. علل بدل چی کار میکرد؟ نریمان خان شرافتا این دفعه دیگه واقعا کاری نکردم. دوباره باز دیگه دهنی خودش اعتراف کرد. گناه از این بزرگتر میشه؟ بی تفاوتی، هیچ کاری نکردن، بی مسئولیتی. یا لال عجب، من اصلا هستی چه خبر ندارم. چی داری میگی نریمان خان؟ دیگه بدتر. تو چه عضو شورای هستی که آبادیت خبر نداری؟ مردم به تو رأی دادن، بهت اعتماد کردن که حافظشون باشی، که حافظ منافعشون باشی. اون وقت تو میگی از هیچی خبر نداری؟ من... فیزی، هرباز آره، خواه ببریدش. بیش کن بذاره کارش برسه. نگران نباش، تور میکشه تا توریستا بیان. رسم احمد رو نوشته بعدا به حسابتون رسیده که میشه. بده محمد دستت کنده. توریستا اومده. آقا سریع بر، سریع پر بر، سریع سریع توریستا رسیده اما فقط دهل بازی در اما داری. سریع آقا برو برو خالصم. یه ترانه بذار رسیده. خب مجاز بذاره. خوش آمدید بفرمایید. قبل چیز بید هر گونه دارین تحویل بدید. بله 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 اگه خودمون بگیریم برای دون بهت میشه ها. بله بله همواهی بیماری ها با آقای مدنی،
بیاواسه مفاصل نر رتروماتیز باواسی لاغری دیابت نازایی آلزایمر کچلی بوده بیا بوده بیا این بره بازار مربا دارم مرباهای تازه بوده بیا بوده بیا بوده بیا خیلی خوش آمدید خیلی خوش آمدید شما ببخشید شما کاری باید چیزی ندارید مینا 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 کیه مینا با شما کار داره احتمالایی سلام حال شما من بچه ایده هایی فهم گفتن این کاری چیزی داری من انجام بدم به حال وقت خدمتی ما باشم و خواهش باهم کاری چیزی باشه فهمید آقا فهمشی داری همه بفهم بفهم کاش از اون طرف بفهم سلام سوزن خدا خوبی میگم کسی خود اینکه مزاحمت نشد تشریف بیاری تشریف ببری تشریف برف اومد تا سر زانو داشتم از سر چشمه سرازی میشم بیام سمت ده آقا یه خرسم چه خرس پشمالو سیاه قد قد و هرمز پهن باور کن پهن و پهنای زنم بفرو پهن بوده بخیر خیلی سرش انداخت بود یعنی خر داشت میاد سمت من ببینم این خر بوده یا خرس بوده بالاخره این خرس خری بود دیگه به هر حال آقا اومدن هرچی با مسلمان از کنار این ردشم نشد خودم زدم به مرده آقا اصلا چه زده رونانت دیدی خدا رحمت کنه اما از ایران خاک این فیلم بود یه انگار یه ماجرای زندگی من از روش ساخته باشن نقش نازیشم این دکاپیون بازی کرده بود باور کن اصلا زندگی تو از کجا میدونن که از تیم ساختن واقعا قبول داری آقا تو آلمان عین توپ ترکید همه جا نوشتن مردی که با دست خالی با خرس جنگید باور کن تو روزنامه نوشتن تو اخبار توی نمیدونم اینترنت دکتر آلمانی دستش درد نکنه ها یه جوری بخیه کرده جای سم به خرس معلوم نیست آقا قبول بکن که یه خرس سم دار بوده خرس سم داره سم نه تو داره میگه خرس سم داره خرس سم نه خرس پنج قشنگه بوده انگشت سم داره میگه سم باشه ماشین داره میاد آقا سی اومد آقا سی اومد آقا بلند این فرماز درست حسابی نداره الان ما توریست بودی چه خبر؟ توریست که هیچ خبری نیست فقط اما چرا یه دمپادی اتوبوس توریست اومد اینجا توریست امانتی ما چی شد؟ امانتی من که افتادم دنبال سرده احوال فلان و اینا کاراش انجام دادم طول میکشه دیگه دنبال آشنام آشنام بابا طول چی میخواد بگه خورم میخواد بکنه شهبینده کار نداره که اسم کوچیکو اینه خیلی سخت میگه آقا سی تیشرت NBA من آورده جاسبشی لایزری نه بابا نرسیدم از آفت گرفتاری دارم بیا این سویچو بگی ماشین یه جا هم بذار هم تا ما هستیم دوز جارت میکنه سراغ این چیزا بیاد ترسم از خود شما هست بیا خورم خورم بیا یا عمود کجاست؟ این خونه خوابیده دیگه. خب میمند میرفته به شما دیگه. خب میگه عمود خوابی که کجا بیمه؟ شام چیزی با هم میخوردیم. نه شام خوردم تا اینجا سی. خب میخوایی خرید تمیز بیارم باش بری به کارت برسی. خب میخوان دیگه میتونم سفر خرش. خب هستی
هیچ معلومه تو کجایی؟ 5 ماه گشتی رفتی برو گذاشتی تو خماری؟ ای بابا ما تصادف کردیم، بیمارستان بودیم ما. سنبور بیا 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 ببین این دفعه چی کار دارم میکنم. شام میخوره این که اون دفعه گفتی الان شامش تموم شد. خب گوش کن ببین چی به هم میگم. بابا خود از این فاصله من چجوری بشنوم؟ بیا بگیر برو سوزن خانم بیا 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 دقیقه بیا صرف جان بیا بیا تو گوشت تیزه ببین چی به هم میگم چی رد و بدل میکنن کاغذی ماغذی چیزی. خوب ببین تصادف؟ بله میبینم کج کج رو کجا تصادف کردی؟ کجا؟ یالا یالا چیزی رد و بدل نمی کنم. میگم برای نریمان عینک آوردی؟ عینک از عینک بهتر برش آوردم. چی؟ عینک چیه؟ من عینک نمیخوام. عینک برای چی؟ چشمه هیچیش نیست. بابا چرا لجبازی میکنی؟ آدم مریض باید حرف دکتر رو گوش کنه. عینک دیگه بزن. آقا من عینک نمیزنم، چشم سالمه سالمه. خان که عینکی نمیشه. میخوای آبناریا بگن مار عینکی به این یه لنز آبجو میزنی به چشم. آقا اونو ولش کن به من گوش کن. بالاخره نامه ما چی شد؟ این خراب شده رو ثبت کردی یا نه؟ اینه که من با شما حرف زدم گفت این بره این بره میشینم قشن. خانم اینا رو جمع کن برو. آقا تازه نشسته بیشتر آخه. بله جمع میکنم یه 2 دقیقه بشینم میرم. آره بشین. پس برو 2 چای برده بیار. من چای خورد نیستم. میدونم برای خودش میگه. آره. تازه دادی پایین بلافاصله بعد غذا که چای نمیخوام میگن آهن بدن. آقا با چه برو این وقت کلمه خصوصیت بزنی. خب یواش بشین. یالا ای کی؟ ای کی؟ نریم آقا فروغ از اتاق پرت کرد بیرون درم روش بست. یعنی چه؟ نمیفهمم. این میاد میره پیش اون، چرا نمیاد پیش من؟ آقا تورایی داری مشلق مشلق ندادی نتیجه آزمایش فروغ گرفتی؟ حامله هست؟ نه یه آدم درست حسابی داری میاد اینجا. خب خدمش سر چشم کار ما چی شد؟ اینه که داره میاد یه توریست معمولی نیست. خب برشتی بیه استخر خودم. نه میگم این آدم عادی نیست، نمیخوام برای استخر اون بریا بخش داره. خب اون که هر وقت بیاد یه راست میاد استخر خودم. آدم اصلا من میخواد داره بخش داره نصف شب پا میشه میام اینجا فرمان داره؟ بارا بالا استاندار؟ بالا دیگه بالاش کجا هست؟ مرد سایی من بهت میگم طرف بالا بالا سایی میگی فرمان داره استان داره بخش داره. یه جوی حرف بیزنه انگاری که رئیس جمهور قراره بیاد. قربون دهن رئیس جمهور داره میاد اینجا. باره بابا کشف تو بساب کاری نمیتونی بکنی بگو کاری ازم بر نمیاد دیگه. این چرت و پرتا چه سر هم میکنی؟ مرده بابا تو یه بار از من پرسید این 4-5 ماه کجا بودی کجا رفتی کجا اومدی؟ حتی خون رئیس جمهور بودی؟ رئیس جمهور نبودم، تصادف کردم. شما تو خدا چه تصادفی؟ یعنی خدا خواست واسطه. بده بالا لنگو. چی؟ لنگو منو بده بالا بده بالا بده بالا. یواش 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 ببین حداقل نیم کیلو بلاتین توشه. بابا این اداها چه در میاری؟ هی بساط میخوای چرا پادرد رو بحانه میکنی؟ خب بگو بساط میخوام دیگه. هی فرو شروع غلقه چی میکنه؟ من فروغ چی کار دارم؟ من داشتم میردم یوهن با موتور داشتم میردم یوهن میدونی کجاست؟ همین سازمان ثبت جهانی داشتم میردم دنبال کار شما، دنبال پارتی بودم کجا پیدا کنم چی کار کنم. تو فکر بودم و اینا. یه خطی ویژر رد کرد، خطی ویژر رد کرد، میدم صدا بوغ میاد و اینا. برگشتم میدم یه قطار ماشین مشکی دارم. یه اولی من رد کرد، دومی زد زیر من رفتم بالا، چارچنگولی افتادم رو کاپوت ماشین. همینجوری چش تو چش الان تو چه جوری با من نگاه می‌کنی؟ همینجوری یارو زل زد رو من. گفت یارو کی بود؟ کی بود؟ بانکی مان. بانکی مان کیه؟ شما میدونی کیه؟ رئیس سازمان ملل متحد. یارو نشسته رو صندلی عقب، عین گربه‌ای که به سنگ نگاه می‌کنه، همینجوری داشت منو نگاه می‌کنه. من دیگه رفتم از خان رفتم یه سن نفهمیدم چی شد. داری قصه حسین کرد تعریف می‌کنی؟ من به مرگ مادرم میگم تصادف کردم، اینا عکساشو دارم من. چی داره میگی؟
دیگه از سوش رفتم، من سوش رفتم و وقتی چشم آقای کرم دیدم انگار اخبار چجوری شروع میشه، نمیدونم رئیس سازمان ملل، رئیس سازمان نمیدونم میراث فرهنگی، دفتردار، دستگیر، همه دور شلقه زده بودن، نه که این با اونا قرار داشت، همه بلند شده بودن، نگران شده بودن، بالا شده بودن، اومده بودن اونجا خلاص ما رو خوابوندن بیمارستان، خوابوندن بیمارستان و با اینکه من مقصر بودم و اینا پول بنز بانکی مون رو دادن، پول پرپاچه ما هم دادن، یه بابایی رو معمول کردن گوشتن بالا سر ما، گفتن از شیر مفتا جون آدم میزد، این بابا هر چی خواست بزه در اختیار